بامدادان تلفن زنگ میزنه، خاله خود به قربت نشسته زنگ میزند که و اشک مجالش نمیدهد. تسلیت به خودم تسلیت بگویم یا به تو؟ ناگهان بانگی برآمده است که محمد نیست، برادر نازنین من. وقتی کسی رو از دست میدی که سایه توست، روح توست، حضور توست و دیر سالی با او زندگی کرده ای، چه در سفر و چه در حضر، در قربت، در خانه پدری، و بعد تقدیر چنین کرد که از هم دور شوید و ناگهان خبر رفتنش میآید. محمد که چیزیش نبود، جوان بود، ورزش میکرد. و بعد ناگهان خشایار فرزندش هم یتیم میشود. برمیگردم به آن سالی که خود پدر از دست دادم، و چه تلخ است برای مادری که درد از دست دادن دو فرزند را تحمل کرده است. محمد رضا نیست، اما جان و جهان ما از حضور او پر است. و در سال روز رفتنش چه زود گذشت. با همه دلم به یاد او هستم، با خشایارش، با خانواده‌ام و با مادری که دیگر توان گریستن ندارد. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 31 اردیبهشت 21 ماه می، به شما سلام می‌کنم. بله، یک شهر خشونت است و آوازه درد. خورشید زپا فتاده با پرتو سرد، مردان خدا بیعت شیطان کردند. کو آرش و پور زال آن ایران مرد. آغاز برنامه رو غمین گرفتم، چون دو سه تا تصویر منو کلافه کرد. ناراحتم برای دستگیری محمد نوری‌زاده تو شیراز، برای اون شجاعتی که این انسان از خود نشان داد. این نکته رو براتون بگم، کسی تو اون شیراز ازش پرسید که خب برای چی اومدی شیراز؟ گفت هیچی، اومدم با شما دیدار داشته باشم، حرف بزنم، و در این حال پیشانی بر تربت حضرت حافظ بگذارم. برمیگردم سالهای سال پیش، شهرام شاهرخ‌داش در مادرش و خانوادهشون در اهواز بودن. نوروز ما هم رفتیم پیششون و من و همسرم رفتیم و چه پذیرایی از ما کردن، یادش بخیر. بعد به اتفاق او رفتیم به شیراز و شهرام تا رسید سر تربت حافظ رفت، پیشانی گذاشت و زار زد. یعنی تمام این رنج ها و درد ها انباشته شده بود، یه دفعه اونجا خالی شد. فکر می‌کنم نوری‌زاده این حالت رو داشت که به شیراز رفت. رفت از فساد حائری امام جمعه و نماینده نایب امام زمان بگوید. از همونجا آقای خامنه‌ای رو خطاب کرد. این نامه آخر 31 نامش به آقای خامنه‌ای فوق‌العاده بود. همون حرفی رو زده بود که چندی قبل من تو اون مقالم نوشتم. آقای خامنه‌ای سر جدت بیا استعفا بده، بیا کنار برو، بگذار مردم حس بکنن که شما فرق داری با بقیه. اینو من دیروز هم در نوشتم هم در برنامه با آقای رجوی هم گفتم، آقا چون بیا استعفا بده، بگو من خطا کردم. 30 اندی سال یه عده جوون رو به بدبختی و پیری و مصیبت و درد و آوارگی و رنج و گلوله مزدوران رژیم کشوندم. آقای خامنه‌ای 10 برابر این مسئولیت داره. و حرفی که نوری‌زاده میزنه من زدم و دیگران هم زدن. آقا پاشو بیاد، دکتر شعله سعدی، مگه قاسم چه غیر از این گفته بود؟ قاسم، دکتر قاسم شعله سعدی و دیگران میگه غیر از آقای خامنه‌ای، دست بردار،
بس کن. شما فکر کنید رهبر جمهوری اسلامی اومده میگه جمعیت رو زیاد کنید، چندین میلیارد در اختیار یک مجموعه گذاشته دزد و آدمکش و قاتل، پول بدید به اونا که چهار تا بچه بیشتر میارن. تا فهمیدی خانم برای پنجمین بار حامله است، برید آقا رو گذاشتن روی ابر جای خدا نشسته و داره به مردم دستور میده. اما اون کس که به ایشون دستور میده راهنماییش میکنه آقا مشتبه است، از پای پرده لای پرده داره برایشون سولفج میکنه، مثل تئاتر داره بهشون یادآوری میکنه حاج آقا فلان جمله یادت نره، آقای خامنه ای شده آلت دست آقا مشتبه، سردار وحید، سرسخر حجازی و یه مش آدمایی که تو دفتر آقای شیرازی اینا جمع شدن اونجا، آقای سردار رحیم صفوی و الباقی که آقا رو داره همجور میچرخوننش. آقای خامنه‌ای فکر نمی‌کنه یه روزی باید پس بده، اینجوری نیست. قذافی هرگز فکر نمی‌کرد عاقبتشون بشه، صدام خوابش هم نمی‌دید، در بدترین کابوساش هم اینو نمی‌دید که روزگارش به اونجا کشه. اما مبارک رو نگاه کن، بن علی رو ببین، خودشون استعفا دادن رفتن کنار، محمد رضا شاه رو بیاد بیارید با چه ابهتی مراسم تدفینش انجام شد، چون حاضر نشد مردمش رو بکشه، ولی آقای خامنه‌ای حاضر شد. جریان جنبش سبز تماما به پای آقای خامنه‌ای نوشته شده. یک تحفه آرادانی رو به ملت ایران تحمیل کرد، یک مداح که خونش میرفت شب پنجشنبه شب جمعه مداحی میخوند، متخصص فاضلاب آورد کرد رئیس جمهوری ایران، مردم رو کشتن، ندا رو کشتن، بقیه رو کشتن. تو بی بی سی عربی آقای امیر موسوی سخنگوی سابق وزارت دفاع از مسئولان امنیتی نظام که در این حال مقام سخنگوییشون رو در تلویزیون عربی هم دارن، اون سوی خط نشسته بودن، البته استانبول بودن این دفعه، منم نشسته بودم، تفلکی حسن هاشمیان گفت برم استانبول از شر این راحت شم، رفت اونجا آقای امیر موسوی رو مردن بغلش نشوندن، میگفت ندا رو اپوزیسیون کشته، ندا آقا سلطان رو. اینجوری وجدانهای خودشون راحت میکنن، آدم میکشن وجدان رو راحت میکنن. اما جامعه ای که خشونت زده شده، بچه 2 ساله 3 ساله رو پدر میبره مراسم اعدام تماشا کنه، طبیعتا این یک جامعه بیماره. دکتر حسین لاجوردی داره یه سمینار میذاره در UCLA شنبه و یه شنبه آینده، منم دعوت کرده بود، متاسفانه به خاطر همین گرفتاری تلویزیون الباقی کارا نتونستم برم، حالا قرار شد از طریق اسکایپ پیامی بفرستم. بحثش محور همین خشونته که آیا واقعا جامعه ما خشن شده یا رژیم خشنه. طبیعیست رژیم خشنه، طبیعیست. در یک مصاحبه مهندس زعیم، نازنین مهندس کوروش زعیم از تهران صحبت میکرد که ما جامعهمون، حتی حکومتامون، پادشاهامون، حالا نادر یک اشتباه در هند کرد که حالا دلایلش هم باید ببینیم، به خاطر آثار اون جنون گرفت. والا قبل از اسلام پادشاهان ایران رو ببینیم به نقاط مختلف که میرن، آقا در مصر میره گاو آپیس و حرمت میذاره، به مصریاب گاو آپیسی رو که کمبوجیه توی حالت جنون کشته دوباره گاو آپیس براشون میرن، حرمت میذارن، معبدشون رو حرمت میذارن. کوروش میره در بابل چه حرمتی میذاره، مغان رو حرمت میذاره، معبدشون رو میره بالا و خدا رو پرستش میکنه، یهودیان رو اونجور برمیگردونه به بیت المقدس. این رفتار ایرانی ها بوده، ایرانی ها ضد خشونت بودن، برخلاف ملل دیگری که با ایران هم جنگ کردن، کشتارهای عجیب و غریب کردن. شما تاریخ عثمانی ها رو ببینید، هر جا می رفتن زن و بچه مردم می گفتن. همین فیلم سریالی که ترکا درست کردن راجب سلطان سلیم قانونی، سلیمان قانونی، نگاه کنید زنای حرم دختر این پادشاست، دختر اون امیر، همه رو اسیر می گفتن می آوردن، در حالی که ایرانیان کارو نکردن. عرب‌ها که به ایران حمله کردن دختران یزگرد و زنجیر به گردن فرستادن به مدینه که خلیفه دوم اونجا نگاهشون کرد و به حضرت علی گفت اینا
نجبا هستن، همان بهتره که پسران تو اینها رو باشون ازدواج کنن یا ببرنشون، و اینها حاضر نشدن دست حسن و حسین بهشون بخوره تا باشون ازدواج کردن، ازدواج کردن باهاشون. خب این اخلاق ایرانیا بوده. حالا چی میشه که در یه بیمارستان آدمی که مجروح شده اووردنش که معالجه بشه، ادهی اوباش میریزن اونجا با چاقو و قمه او رو اونجا میکشن در موقع عید، عید نوروز، اونجا میکشنش، بعد میذارن میرن بیرون. حالا بعد گرفتنش، حالا بعد معلوم شد این آدمی که قاتل با اون مقتول، اینا با هم دیگه قبلا یکی رو کشتن، بعد سر یه زن با هم درگیر میشن و این بیچاره که تو بیمارستان حالا مجروح شده بوده، اینا میان اونجا میکشنش و مملکت بیدر و پیکر رو ببینید که در اون بیمارستان 4 نفر نیستن که جلوی اینا بیستن. نگاه کنی خودتون تو جامعه کتککاری دارم که مردم میکشن کنار. اینطوری نبود، اگر 2 نفر دعوا میکردن 2 تا بزرگتر میرفتن جداشون میکردن. اگر میدیدن یکی ظلم داره میکنه، کوچکتر خودشون میزنه، به حمایت از اون برمیخواستن. تمام صفات و ویژگی های جامعه ما رو این رژیم جنایتکار نابود کرد و از بین برد. گاهی به من میگن آقا اینا به ادبیات تو نمیخوره. آره ولی چه بگویم، آدم بگه نقطه میرسه. شما نگاه کنید این فیلمو، بیمارستان رو ببینید، نگاه کنید چه خبر. ملاحظه کردید این همه مرد اونجا جوون قدرتمند نرفتن جلو جلو این آدم وحشی رو بگیرن؟ قمه دستش داره میزن، هیچکی نرفت جلوش رو بگیره. این چه جامعه ای که درست شده؟ اون لات قبل از انقلاب هم باز یه معرفت داشت. لات های اینا هم مثل آخونداشون هم مثل همدیگن همشون
و دردناک. این جامعه میخواد اون وقت بهبود پیدا کنه، این جامعه علاج بشه، نه نمیشه. روزنامه نگار بیچاره اگه بیاد اینو گزارش بکنه، آقا اینا چیه گزارش کردی؟ آقا چیکار کنم؟ این چیزیه که شما دارید میسازید. شما وقتی جلوی چشم مردم یه جوونی رو که اومده میگه رأی من کو، زیر ماشین نیروی انتظامی میذارید، ندا رو با اون وحشیگری میکشید، سهراب اونجوری، سعید مرتضوی در کهریزک تو کانتینر رو باز میکنه، دو تا جوون و میتی و اون یکی میکشه بیرون میفته دوش بگیرن، بعد میاد اینا رو میده دست دو تا لات اوباش بسیجی، میگه اینا رو برید عروسیتونه، که میبرن تا صبح چند نوبت به اینا تجاوز میکنن. این جامعه سالم میشه آقای خامنه ای؟ تماما مسئول شما و خمینی هستید، شما مسئولید که این جامعه رو از تمام صفاتش دارید خالی میکنید. مردم به خودتون بیاید، این صحنه اسباب خجالت و شرم هر ایرانیه. چهار تا لات بیان توی بیمارستان چاقو بزنن و هیچکی جلوشون نیسته، پس اون لوتیگری و مردانگی چی شد؟ حالا یکی رو میارن ساوج بلاغ دیروز اعدام کنن، نگاه کنید وحشیگری رو. من اینا رو مخصوصا میذارم که روش فکر کنید، تأمل کنید. اسلام ناب انقلابی محمدی اینه. این مناظر نه ناصر ابوالمکارم رو تکون میده، شکر فروشیشو میکنه و چرندیاتشو میگه، نه حضرت آقای وحید خراسانی رو، نه آقای شبیر زنجانی که ایشون حالا چهار تا حرف زدن راجبه نمیدونم نماز و روزه و شرعیات. مردم چی؟ نگاه کنید چجوری دارن اعدام میکنن این وحشی های وحشی تر از همه وحشی ها. بکش.
سفیر بکشم. بیا بخیر. نمیدونم چی بگم. نیروی انتظامی، سپاس، نمیدونم. اون مردمی که اونجا ایستادن مثل همون آدمکشایی که صورتشون رو نقاب زدن شریکن در اون جرم. این متجاوزه. اولا میگه که محارب با خدا و رسول خدا. هیچ کار به رسول، متجاوز بوده، آدم بدی بوده، جوونه، ببرید آدمش کنید. به خاطر محیطی که ولی فقیه در ایران ایجاد کرده این آدم کش شده. به خاطر اینکه تربیت اون مملکت رخ بربسته، آموزش پرورش وصل شده به گنداب حوزه، به خاطر اینه که این شده آدم کش. ولی اونم میتونه آدم درست بشه. تو اون مملکت به مرور داشت این جنایت ها اینا از بین میرفت. کلاس بود، درس بود، مدرسه بود، داشت جامعه درست میشد. تو خیابون جوونا دیگه از اون رفتار زشت نسبت به دختره انجام نمیدادن. من یادم ما کلاس هفتم یا ششم یه وقتی آدم از کوچه مهران رد میشد، یه دختر بیچاره نمیتونست درست رد شه. ولی بعد همه اینا از بین رفت. نیروی انسانی پلیس ما اقتدار داشت، ولی مثل اینا آدم کش نبود. جست ماشین بنز بگیرن بعد اینجوری برن آدم کشا رو بکشن. وقتی فرمانده نیروی پلیسمون با جناق احمدی نژاد باشه دیگه تکلیفمون معلومه. خیلی تلخه. جامعه داره رو به خشونت وحشتناک میره و این جامعه در گنداب خشونت غرق خواهد شد. بترسیم از اون روز، بترسیم ادامه رژیم جمهوری ولایت فقیه تبدیل کردن ایران به اون وحشتستانی است که تو سوریه میبینیم. همونه دیگه، اونجا هم خشونت قبحش رو از دست داده دیگه. رژیم بر سر مردم سلاح شیمیایی میریزه، نگاه کنید راحت. غیرتش هم اصلا مهم نیست براش. آقای خامنه ای هم میگه باریکلا بشار جان، خیلی کار خوبی کردی. نگاه کنید تصویر. يستخدم نظام الأسد الغازات السامة في المناطق الخارجة عن سيطرته، حيث استهدفت طائراته مجددا وللمرة السادسة بلدة كفر زيتا بريف حماة ولبدت أجواءها بغاز الكلور. حالات اختناق وأغماء بين الأهالي عمت المشهد، ما دفع بالأطباء والمسعفين إلى مساعدتهم بما يتوفر لهم من إمكانيات محدودة. مركز حماة الإعلامي أكد أن الغازات السامة تسببت بما يزيد عن 130 حالة اختناق في صفوف المدنيين، بينهم عشرات الأطفال حالتهم حرجة. دخاتنا بچه ها 130 نفر غير نظامي، اینا هم قربانیان مواد شیمیایی هن که دولت جمهوری اسلامی از چین خریده و به سوریه فرستاده. وقت این جامعه سوریه میشه یه جامعه که ترخم رو نمیشناسه. تو عراق خیلی جا همین اتفاق افتاده و متاسفانه به سبب وجود آخوندهایی که ذره‌ای انسانیت و شرافت رو نمیدونن چیه تو ایران هم داره. وقتی دستگاه قضایی مملکت دست صادق لاریجانی و محسنی اژه‌ای باشه، فاسد و دوله‌ای که گفتم براتون، شنیدم که بابک زنجانی رو داره باش دیل میکنه، 400 میلیون دلار بده آزادش کنه. قبلا گفتم چی کار کرد برادر و نفراشته رو. این جنایتکار دادستان مملکته. خب معلوم خشونت ادامه پیدا میکنه. اینا آغازشون لاجوردی شروع میکنه. تو همین آرش شماره مخصوص میخوندم که یه حسینی از بچه های چپ با لاجوردی قبل از انقلاب تو زندان بودن، بعد از انقلاب که میاد میبینتش تسریع میکنه در کشتنش. این رژیمه که نه معرفت، نه گذشته، نه سابقه، نه دوستی، هیچی سرشون نمیشه. از روز اول کشتن تا امروز، از روز اول. و این رژیم جامعه رو داره با خشونت اصلا آمیخته میکنه. به کجا داره میبره؟ فساد و آلودگی کجاست؟ میریم و باز میگردیم. من براتون یه ماجرایی رو بگم راجع به تجاوز در ایران که چجور مورد حمایت رژیمه. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم.
زندگی هم زندگی های قدیم، عشق هم آن عشق های آتشین، یار هم یاری که با من یار بود، در عبور روزهای دلنشین، گفتگو هم گفتگوهای قشنگ، در شبان شعر و مهتاب و شراب، بوسه همان بوسه های غرق مهر، تا سحرگاهان پیش از آفتاب، موسیقی هم ساز فرهنگ شریف، با صدای زیر و بم های بنان، پنجه هم از آن پرویز و ملک، یا کسایی نینواز جاودان، شعر هم تعبیر سهراب و فروغ، از خدا و از بودن و دلخستگی، ارتباط شاملو با قلب خیش، یا که نادرپور با دلبستگی، لا 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 لا. من اینقدر این ترانه فرامرز رو دوست دارم، فرامرز اسلانی، هرچی میشنوم کمه. همام لحظات بله اون زندگی که ما داشتیم این نبود، چاقوکشی و آدم کشی و چیزی که با جمهوری ولایت فقیه اومد. وقتی در جمهوری ولایت فقیه لاتا میشن قهرماناش، شما ببینید بچه‌هایی که توی پشت بام مدرسه رفاه بودن آدم میکشتن، اینو کی بودن؟ و اصولا خشونت تو ذات ایناست، چریکبازی، آدم کشی، گروه توحیدی صف، آدم کشتن، آمریکایی کشتن، سفارت آمریکا رو زدن، اینا همه جزو ذات این نظامه. از همون اولی که مرحوم منصور رو اینو کشتن، قبل از اون فدایان اسلام، اون نواب صفوی بیمار، اینا همه چی بود؟ اینا همه نشان دهنده اینی که امروز در مصر میبینیم، اسلام ناب انقلابی محمدی بن لادنی و زواهری نگاه میکنیم، اینا ریشه همه از یک منشأ داره، تعبیر آدم کشانه از دین، و اینو وقت تو جامعه رواج پیدا میکنه. چرا هر روز امام حسین اینجوری میکشن، تیکه تیکه میکنن، سر میبرن قاسم و علی اصغر و غیره؟ چرا؟ برای اینکه اینا بقاشون رو خشونته. اون وقت ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی تصور میکنه همه خانوما مثل عروس خودش و مثل دخترای خودشن. گوش بدید، این آقایی که مرجع تقلید خودشو میدونه، قبل از انقلاب مکتب اسلام مرحوم آیت الله شریعت مداری اون مرد بزرگ دست این آقا داده بود، نگاه کنید نگاهش به زنان ما و جوانای ما چیه. این در این سن، در این سن خودش بیماره، آنچه را تو خانواده خودش میبینه. ولی ایشون وقتی برمیگرده میگه بعضی خانوما دولا میشن تمام بدنشون بیرونه، ایشون از کجا دیده؟ از کجا میدونه اینو؟
تماشا کرده دیگه، عروسش اومده جلوش اینجوری اومده خودش دیده، دخترش اینجوری بوده لابد که داره به دخترای ایرانی توهین میکنه، به زن ایرانی. ببینید چه چرندی میگوید این آقا. لباستون باعث شخصیت شماست، یعنی لباس باید عیب پوش و سبب شخصیت بشه. حالا نگاه میکنیم بر اثر غلبه فرهنگ غرب در این لباس پوشیدن چه مشکلاتی ایجاد شده. یکی از راه‌های اصلاح فرهنگ هم و اصلاح لباس، چهار تا عیبشو من میگم. یکی این لباس هایی که یا عکس های نامناسب بوشه یا خطوط لاتینی و نشانه فرهنگ بیگانه است. لباس شکل فرهنگ بیگانه داره. چرا جوان مسلمان یه همچین لباسی بپوشه؟ نوجوان مسلمان بچه ها رو لباس هایی بپوشانن که فرهنگ غربی ازش میباره، میگه مشکلی. مشکل دوم رنگ های لباس هاست. بعضی لباس ها کاملا میبینید رنگ های باخته، گاهی پاره پوره و اصلا شکل خودش از دست داده. قرآن میگه لباس زینت شماست. آیا لباس های رنگی رو رفته پاره پوره اینا نشانه زینته؟ این غلبه فرهنگ غربیست، غلبه کرد فرهنگ غرب. چهارم لباسی که بدن رو نمیپوشونه درست. من دیگه حالا محترمانش اینطوری که عرض میکنم، اشخاصی هستن لباس های دیدیم میپوشن، جوان نوجوان تو مجلس مینشینه میخواد یه چایی بذاره جلوی کسی خم میشه، نصف بدنش نمایون میشه. این لباسن یواری سواد کن و ریشه هاست که قرآن میگه. آقای ناصر ابوالمکارم شیرازی، مرجع تقلید عالی شیعیان جهان، داره درباره لباسی حرف میزنه. بود تو از کجا دیدی؟ خانم چایی برات آورد کی بود؟ دخترت بود؟ نوت بود؟ عروست بود؟ کدوم بودن؟ تو جامعه ایرانی اینجوری نیست. در بیشتر همه جا میبینیم دستشو خانم میزه روی سینش. و شما آقای ناصر ابوالمکارم چون مغز فاسده، اینقدر شکر فروشی کردی که دیگه رؤیت حقیقت رو سلب شده ازت، خداوند ازت گرفته. قیافت هم اینجوری شده. این جعفون که بود خیلی ملای خوش قیافه‌ای بود و خیلی حرف زدنش هم که دیدی. رو لباس اگر یه علامت و اینا باشه، اینا گناه جرمه. اما اگه تو زندان به بچهای مردم تجاوز بشه جرم نیست. ندا آقا سلطان و کف خیابان بکشن، سهراب پروین خانمو بکشن، اینا هیچ کدوم عیب نیست، گناه نیست. اما اگه رو لباس یه چیز نوشته باشه، مثلا نوشته باشه لیبرتی، آزادی، این گناه، چون به زبان انگلیسی نوشته، فرهنگ غربیه. آزادی رو گفت دیگه، آن مرده که مصباح یزدی گفت این بتو باید از بین ببره. این مملکت ماست. و حالا در امورات مختلفش هم اینقدر هم حرف دارم، مطلب دارم که بعد به اینا دلم میخواست راجع به لیبی صحبت میکردم، یه اشاره کوتاهی بکنم. اتفاقی که در لیبی داره میفته اتفاق مبارکی است و آرزو میکنم جنرال حفتر موفق بشه. الان هم که نیروهای سائقه و نیروهای ویژه بهش پیوستن، اینا بتونن لیبی رو از این وضع آشفته ای که نتیجه سیاستهای سر تا پا غلطه ایالات متحده، فرانسه، بریتانیاس، نجات بدن. مردم لیبی رو از این وضع آشفته که هر چهار تا آدمکش اسلامی اومدن یه محله رو گرفتن، یه بندر رو گرفتن، نفت میفروشن و مملکت رو کردن یه مملکت ملوک و طوائف مسخره. و تو این وسط جالبه، جمهوری ولایت فقیه از طریق همین تروریستا داره اسلحه میفرسته برای صحرای سینا که اینا میرن به سودان
و از اونجا با شتر به سوی صحرای سینا برن برای تروریستای مصری. آقای قاسم سلیمانی یکی از طرحاشونه که مصر رو اگر ژنرال سیسی برنده بشه یا آقای همدان صباحی فرقی نمیکنه به آتش بکشن. اینم نقشه‌شون. به هر حال در لیبی ژنرال حفتر بسیار محبوبه، مردم دوستش دارن، موفقه و امیدوارم موفق بشه به صورت کامل. این بار دیگه توطئه‌های غرب و آمریکا و غیره بازی در نیارن و مصر هم ازش حمایت میکنه. این آرزوی بنده است. توی خبرها یه خبری بود که بنده اینجا توضیح براتون بدم. روزی که سرتیپ علیرضا عسکری غیب شد، من این مقاله مفصل در شرق الوسط نوشتم و مقاله هم در کیهان لندن، چون من با آقای عسکری صحبت کرده بودم و بعد شرح دادم که آقای عسکری به میل و رغبت خود به امریکایی ها رفته پیششون و امریکایی هم ترتیب انتقال شده. اون زمان البته اسرائیلی هم تو جریان بودن، برای اینکه اسرائیلی ها اطلاعات او رو میخواستن. اطلاعات دقیق او باعث شد که اسرائیلی ها محل تأسیسات اتمی سوریه رو بفهمن و رفتن اونجایی که ظاهراً یه کارخانه معمولی بود، بمباران کردن و بین بردن. اطلاعات او باعث شد که مرکز امام علی رو، پادگان امام علی در خرم‌آباد، اون انبار زیرش رو زدن و 200 کلاهک موشک سجیل و موشک شهاب 3 از بین رفت، شهاب 3 پیش رفته. اطلاعات او بود که باعث شد 2 نقطه مورد انفجار قرار بگیره، تأسیساتی که در علی شاه عوض در نتنز داشتن، در علی شاه عوض و جاده ساوه داشتن در پرندک، اون تأسیسات هم نابود شد. و این اطلاعات بود که در واقع برنامه اتمی ایران رو اوریان کرد. من اونجا بیان کردم و نوشتم، گفتم اون روز که ما گفتیم و بعد یه مطلب نوشتم، یه مقاله دیگه راجع به انتقال همسرش چجوری بوده برنامه شون و اینکه آقای علیرضا عسکری در امریکاست. حالا 4 سال بعد نیویورک تایمز نوشته میشه خبر اول و آنچه ما نوشتیم، چون از قول یکی از ماموران سازمان سیا در بیروت که در جریان بوده که علیرضا عسکری یکی از کسانی بود در لبنان به عساکر معروف بود، اینا رو شرحش رو من دادم و نوشتم توی سایتم هم هست، اگر کلمه علیرضا عسکری رو بزنید براتون تمام اون سوابق و مقالات عربی و فارسی میاد. علیرضا عسکری به نام عساکر در لبنان بود، از 1982 اومد لبنان، فرماندهی عملیات 2000 نفرات سپاه رو داشت، بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی امریکا و سفارت امریکا رو او انجام داد، تمام جزء برنامه‌های او بود. و نکته جالب اینه وقتی او در آن بعد به معاونت وزارت دفاع رسید، در جریان معاونت وزارت دفاع شروع کرد با دزدا جنگیدن، درگیر شد باهاشون و پرونده‌ای براش درست کردن، انداختنش زندان 18 ماه، درجهش هم ازش گرفتن. بعد از 18 ماه بالاخره مشخص شد و بیگناهه. اتفاقا همین آقای فروزنده که الان در ریاست بنیاد مستضعفان هست، سردار فروزنده، او کسی بود که بیگناهی عسکری رو ثابت کرد. عسکری اومد یه کارخونه زد، چون با سوریه خیلی در ارتباط بود از زمان سپاهی که در لبنان و سوریه بود، اومد یه کارخونه زد، زیتون تصفیه میکرد و به ایران صادر میکرد، اما این یه پوششی بود، در پشتش کارایی هم انجام میداد، رژیم سوریه هم به او اعتماد داشت و ازش استفاده میکرد برای بعضی از مسائل سری و تجهیزات نظامی و غیره. در یکی از سفرهاش که رفت، معمولا هم از راه ترکیه میرم، قبل از ورود به سوریه این بار در ترکیه تماس برقرار کرد با امریکایی‌ها، رفت به سوریه، تعدادی عکس تهیه کرد، تعدادی اطلاعات تهیه کرد، برگشت ترکیه. سفارت جمهوری، کنسولگری در استانبول براش اتاق گرفته بود در یه هتل که بیاد بره به اونجا، چون گفتم هنوز در ارتباط تنگاتنگ بود با دستگاه امنیتی و دایره لوجستیک سپاه. ایشون رفت اونجا، ثبت نام کرد، اسبابش و چمدونش هم گذاشت اونجا،
یه تاکسی بیرون منتظرش بود، به ظاهر اومد بیرون سوار تاکسی شد و رفت، دیگه پیداش نشد. و داستان غریبی بود. آقای عساکر دو همسرم داشت، دو زن داشت. موفق شد زن جوانش رو آمریکایی‌ها ترتیبش دادن از ایران خارج کردن و بعد آقای عساکر رو بردن به دیگو گارسیا، جزیره‌ای که در اقیانوس هند هست و یکی از پایگاه‌های مهم آمریکاست. در اونجا دیبریفینگش انجام گرفت، مطالبی که باید منتقل میکرد همه رو انتقال داد. بعدم مطابق قراری که باش گذاشته بودن یه پول بزرگ بهش دادن. خود پرزیدنت بوش با پناهندگی او موافقت کرد، بردنش به امریکا و در یک نقطه‌ای با اسم و هویت جدید مستقر شد. این نکته جالبه یادتون باشه. مطابق قوانین آمریکا چون عسکری متهم به قتل نظامیان آمریکایی بود، دیدیم دیگه همین ماجرای اخیر ابو طالبی راش ندادن. در مورد عسکری هم آمریکایی‌ها اگر کنگره میفهمید جلوی قضیه میستاد. قضیه رو یه تاپ سیکرت بهش زدن، بسیار برای امنیت ملی آمریکا مهم بود. و ایشون ها کمک‌های دیگری هم به آمریکایی‌ها در زمینه شناسایی عوامل رژیم جمهوری اسلامی و اطلاعات سپاه در عراق و لبنان کمک‌ها و خلیج فارس کمک‌های مهمی کرده بود. شناسایی افراد مهمی که این افراد بعضن دچار حوادث اتومبیل شدن، کشته شدن، ربوده شدن و رژیم هم صداشو در نیاورد. آقای عسکری در آمریکاست، در کنار همسر و فرزندانش خیلی هم راحت زندگی میکنه. و حالا این آقایی که مأمور اطلاعات آمریکا بوده و در رابطه با و جان سالم به در برده از حمله تروریستای جمهوری اسلامی به سفارت آمریکا، ایشون کتابی نوشته و در اون به علیرضا عسکری اشاره کرده. گفتم بدونید که قصه بسیار مهمه. نکته دیگری که باز از جمله مطالبی بود که من اینجا قشنگ براتون شرح دادم، نقش آصف محسنی رو گفتم، ملای مزدوری که در افغانستان هست و وابسته به جمهوری جهل و جور و فساد، براش مقرری ماهیانه 5 میلیون دلاری گذاشتن، تلویزیون براش درست کردن و این نشسته مظهر انشقاق و جدایی انداختن بین مسلمانان و شیعیانه. استاد خلیلی معاون رئیس جمهوری، ایشون یک شیعه مستقل از هزاره است و هرگز حاضر نشده مزدور جمهوری اسلامی بشه. در برابر اومدن محسنی رو علم کردن، اول خواستن محقق رو علم بکنن ولی محقق به خاطر رابطه تنگاتنگی که با دکتر عبدالله داشت زیر بار دارن. اومدن آصف محسنی رو آوردن، بعد بچه افغانای شیعه بیچاره‌ای که تو ایران منتظر اقامت میترسن اخراجشون کنن صدا زدن، بردن در صالح آباد و در منظری آموزش نظامی دادن، فرستادن سوریه. دسته دسته اونجا کشته میشن، هیچ کی هم نمیفهمه چون کس و کاری نداره. و از اون طرف آصف محسنی بچهای شیعه رو گول میزنه به بهانه اینکه براتون سفر مشهد و دیدار شاه خراسان حضرت رضا رو میسر کردم، اینا رو میفرسته به ایران. از اونجای یک راست اینا اعزام میشن به غرب کشور، آموزش نظامی 2 هفته یه ماه میبینن و به همراه تروریستای عراقی به سوریه اعزام میشن تا از رژیم جنایتکار بشار اسد حمایت کنن. اینم یادتون باشه ما کی در این برنامه مطرح کردیم. ببخشید من نمیخوام بگم خود ستایی بکنم، ولی یه مطالب و اطلاعاتی از وقتی آدم مطرح میکنه باید بهش هم بپردازی، یادآوری بکن. یه نکته دیگه که بسیار مهمه که باید بهش اشاره کنم، دیدم که نیکاهنگ کوثر طراح و روزنامه‌نگار یه مقاله فوق‌العاده مهمی نوشته بود در سایت خودنویس در رابطه با این حکومت بیابانساز و بسیار مقاله خوبی است، بخونید. اشاره کرده بود که این گفته بود من خودم به علت شاید اون مدتی که در سازمان آب یا مسئولیت در اونجا داشته، اشاره میکنه که این رژیم با این کاری که داره میکنه ایرانو به بیابان تبدیل خواهد کرد. الان گزارش‌های تکان دهنده‌ای که حتی در سطح بین‌المللی است از خشک شدن جنگل‌های ایران داریم. ببخشید اول انقلاب ما شمال رفته بودیم، من دیدم همین جوری با اره برقی به جون درخت‌ها افتادن. ما رفته بودیم متلقو و اون بالاتر هتل هایت،
اون دورور من جنگل های روبروشتم دارن قطع میکنن ریشه رو. حتی جنگلی که روبرو هتل های توش رفتیم، چرا آقا میخوای ببریم؟ چوبات قطع شد، فروخته شد به اتحاد شوروی اون وقت، فروخته شد به خارج، در داخل فروخته شد و جنگل ها رو اینا اوریان کردن. صدها هزار درخت قطع شد و این رژیم بی‌لیاقت اصلا توجه به اینا نکرد که حیوانات رو از بین بردن. دیدیم که حیوانات نایابی که هیچ جای جهان نظیرش پیدا نمیشه، پلنگ ایران، ببر ایران، قوچ ایران، حبره ایران، همه اینا افتادن به جونش. چون میگم وقتی عشق به ایران نداری همینه. حالا این مشکل بیابی و کاری که رژیم کرده این وحشتناکه. شما فکر کنید اینا بخش عظیمی از آب ایران رو فرستادن به عراق، در حال که عراق خودش دجله و فرات رو داره، رودخانه دیالی رو داره، رودخانه های متعدد داره، نیازی به آب داره، بین النهرین یکی از حاصلخیزترین مناطقه. اما اینا برای ارتباط برقرار کردن، سوء استفاده و منطقه استقرار پیدا کردن این کارو کردن. اهواز، اون منطقه جنوب عراق که صدام خشکش کرد، یه مدت توش چیزا مینداختن، افعی های آبی کوچک، سربازای ایرانی رو میگزیدن که سیاه میشدن، تو آب میافتادن. یه تیکه از جنگ مجنون هست. اون تصاویر وحشتناکه که ماهر عبدالرشید افتخار میکرد که ایرانی ها رو یا امشی زدیم یا به قهر خدا دوچار شدن. البته همون کفچ مارا و اون چیزا بود، حیواناتی که توی آب انداخته بودن و سمی بودن. جمهوری اسلامی اومد اونجا پر آب کرده، یعنی در واقع زمین هایی که اومده بود تو خاک ایران جمهوری اسلامی پر آبش کرد، برای اینکه اون بر شیعیان عراقی رو، اینایی که در اون منطقه میشینن، راضیشون بکنه، آبا رو داد اونجا. جمهوری اسلامی هیچ دفاعی از حقوق ایران در هیرمند نکرد. دریاچه ارومیه خوش شد، رودخانه زاینده رود که به لطف ملک مدنی و طرح‌های درخشانش در اصفهان به یکی از زیباترین رودخانه‌های جهان تبدیل شده بود، مردم می‌رفتن تفریح می‌کردن، قایقرانی می‌کردن، خوش شد. و اینا همه از سر این دولت‌های نادان و این رژیمی که یک ذره به در اندیشه مردم ایرانی. مقاله نیکوهنگ کوسر رو بخونید، مقاله بسیار خواندنی است. حالا من دونه دونه جاهایی رو میرم. نوریزاده که گفتم، دستگیریش، این مرد دلاور فوق‌العاده بود. اما یه داستانی هم که شاید تو جریش بشیم براتون بگم. مسابقات کشتی جام جهانی بین‌المللی که در ایران بود، دو منظر از یاد نرفتنی در یادها ماند. یکی زمانی که ایران با روسیه کشتی می‌گرفت و کشتیگیران ما با چه تشویقی روبرو بودن و روسا رو هو می‌کردن، مردم روسا رو هو می‌کردن، پرچمشون رو می‌بردن پایین. البته توهین نباید به پرچم کشوری کرد، ولی روسا در نگاه مردم ایران اشغالگر و حامی این رژیمه. در مقابل کشتیگیر آمریکایی که حتی شکست خورده بود با چه تشویق از جانب مردم روبرو شد. من به اشاره بهتون گفتم، ولی حالا تصویر رو ببینیم. تصویر رو ببینیم، این تصاویرش، بعد تصویر ویدیویی هم داریم. و این مردم با چه عشقی پهلوانان ایران رو تایید میکردن، ولی قهرمان امریکایی رو چطور در میان گرفتن و از او تقدیر، که حتی مربی شگفتی زده شد، آقا چی شده این مردم؟ هیچ جا ما رو اینجوری تشویق نمیکرد. نگاه کنیم. سالان 5000 نفره. آقای خامنه‌ای، حالا بگو مرگ بر امریکا. برو نگاه کن به مردم چه میکنند و مردم چه میگویند. در مصر این نکته رو اشاره کنم، این آرایی که مصری‌های خارج مصر دادن در این دو سه روزی که براشون گشته بودن شگفتی آور بود، فوق‌العاده بود. با چه عشقی با مردم صحبت میکردن، رفتیم، میریم، آیندهمون رو میسازیم. و در خود مصر که حالا سه روز دیگه، چهار روز دیگه
انتخابات برگزار میشه شور و هیجانی است، علارغم تهدیدهای تروریست‌های اخوان مسلمین و وابستگانشون، علارغم اینکه گفتن صندوق‌های رأی رو به آتش می‌کشیم، مردم با یک موج امیدواری به سوی صندوق‌های رأی میرن. و از نظر ناظران بین‌المللی هم همه چیز به خوبی پیش می‌رود و آقای همدین صباهی و آقای سیسی، ارتشبود سیسی، دو نامزدی هستند که در روز انتخابات بخت آزاد می‌کنند. آرایی که مصری‌ها خارج دادن به طور تلویحی دارم میگن، به طور قاطع نمیگن، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی شاید مثلا حمله صباهی 10% باشه، 90% سیسی. در انتخابات عراق که دیروز راجبش براتون صحبت کردم، این نکته رو اضافه کنم که مذاکره بین گروه‌ها شروع شده. آقای نوری المالکی نمیتونه کابینه تشکیل بده مگر 165 نماینده داشته باشه، خودش که 93 تا با این گروه های مثل جعفری و مثل یعقوبی و اینا که باش جمع بشن چیزی نزدیک 178 تا میشن. این 178 تا نمیتونن کابینه تشکیل بدن، باید حکیم و صدر و حداقل یک گروه کردها باشه ائتلاف بکنن. بنابراین خیلی کار مشکلی در پیشه و لبنان که نگرانم که امروزم فایده نکرده و باید دید که در پایان امروز بالاخره آقای نبی بری یه کارایی داره میکنه. آیا به یه نقطه میرسن یک بی‌طرف رو بیارن به جای آقای سمیر جعجع و آقای جنرال میشل اون که عشق ریاست جمهوری کورش کرده و رفته همدست حسن نصر شیطان شده، اسمیست که به حسن نصر الله میده. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می‌سپارم. تا فردا.